روز هشتادم عکس گرفتن گفتگو الف ببخشید آقا ممکن است از ما عکس بگیرید؟ ب حتما این یک دوربین خیلی خوب است ممنون والدینم آن را به من دادند چطور استفاده می شود؟ این دکمه را فشار دهید بیایید یکم نزدیکتر صبر کنید نه خیلی نزدیک است یکم برید سمت چپ همینجا بایستید لازم است دکمه را برای 3 ثانیه نگه دارید بسیار خوب فهمیدم آماده هستید؟ بله لبخند لطیفه دانش آموز آقای فروشنده بله پسرم تقویم امسال را دارید؟ بله کدام یکی را می خواهی؟ لطفاً هر کدام که تعطیلی بیشتری دارد را بدهید جمله های رایج عکس رنگی می خواهید؟ کی این فیلم را ظاهر می کنید؟ من خوش عکس نیستم ممکن است این عکس را برای من قاب کنید؟ شعر یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و برباد شدیم خیام کلمه روز منظره معنی مثال باغ منظره زیبایی داشت و ما خیلی لذت بردیم ضرب المثل کلاهش پس معرکه است این ضرب المثل زمانی به کار می رود که شخصی در کاری عقب باشد یا احتمال شکستش در امری قطعی باشد در این موارد گفته می شود کلاهش پس معرکه است یعنی شرایط طوری است که احتمال موفقیت ندارد قمپوز در کردن این عبارت برای شخصی به کار می رود که از خودش تعریف کند و مدام دروغ بگوید و دروغهایی به خودش نسبت دهد اینجا است که دیگران می گویند او قمپوز در می کند یعنی حرفهایش حقیقت ندارد و باور نکن گفتگو عکاس چه نوع عکسی می خواهید؟ مشتری عکس سیاه و سفید می خواهم این عکس را برای کجا نیاز دارید؟ برای گواهی نامه رانندگی می خواهم بسیار خوب
لطفاً بنشینید روی صندلی و به دوربین نگاه کنید. بسیار خوب. می توانید عکستان را ببینید. اگر راضی نیستید می توانم دوباره بگیرم. نه، همین خوب است. ممنون. اصطلاح روز: خود را به دردسر انداختن. معنی: زحمت و دردسر ایجاد کردن برای خود. خواندن: دنا بلندترین کوه از رشته کوه‌های زاگرس در باختر ایران است. این کوه مرکز فلات ایران است. دنا از 20 کیلومتری شرق شهر یاسوج آغاز می شود و تا 70 کیلومتری شمال غرب آن ادامه پیدا می کند. دنا دارای 40 قله بالای 4000 متر است که بلندترین قله آن بیژن 3 4409 متر ارتفاع دارد و در 35 کیلومتری شمال غربی یاسوج قرار دارد. شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا در دامنه این کوه قرار گرفته است. با توجه به طول زیاد و ارتفاعات گوناگون، بارش سالانه در این کوه متغیر است و رودهای متعددی از آن سرچشمه می گیرند. کلمات جدید: باختر، جانشین، فلات، خاور، تفحص، ترغیب، جدال، غضب، جهانگردی، آری، فاصله، شایعه، خرابکاری، ادامه پیدا کردن، قله، ساکن بودن، شهادت، درخشان، رأی دادن، قرار گرفتن، سالانه، صعود، متغیر بودن، تعظیم، رقابت کردن، ساکت، سست، فعال، فرو ریختن، ثابت بودن.